فهمیدیم که چجوری شد با کیروش هم کاری کردیم. گفتیم که یه بار تو هتل المپیک که حالا فوتبال تیم ملی اردن داشته اونجا شما سرمربی داماش بودین. آره نه اردو نداشتن، اوایلی که اومدن اگه یادت باشه اونجا اقامت داشتن، ما هم اردو بودیم با تیم داماش. نه اونجا بودیم شام خوردیم، خب بچه ها لباس ورزشی اومدیم که بریم برای دیگه اتاقامون، من به عنوان یه ایرانی بهشون خوش آمدگویی گفتم و آرزو موفقیت کردم همون ایستاده. بعد ایشون گفت که بشین اگه وقت داریم، من هم نشستم از راجع به تیممون صحبت کردیم. بعد تو همون کافی شاپ چیزم هتل المپیک قهوه خوردیم، ظاهرا ما که اونجا بودیم یه پرسجویی کرده بود ایشون. بعد گفت بازیکن جوان داریم، گفتم بله یادم داریم خیلی خوبه، علیرضا جهانبخش بود منظورم که 16 سالش بود تو بزرگا من شروع کرده بودم بهش بازی دادم و واقعا یه استعداد فوق‌العاده بود و خدا رو شکر الان هم دیدیم که به کجا رسیده. و ایشون آقای سیمایز رو فرستاد روز بعد تو کارگران بازی جهانبخش رو ببینی، یعنی لیگ دو بودیم ما همون سال هم صعود کردیم البته لیگ یک. منم یه اطمینانی بعدش حاصل شد، بعد زنگ زدن شماره مو گرفتن، یکی دو بار رفتیم جلسه تو همین آکادمی اون موقع که بود کمپ تیمای ملی که من گفتم اون بازیامون باید تموم بشه و بعد گفت که دوست دارین همکاری کنیم یعنی با ما کار کنیم، گفتم بله. گفت ما تیم المپیک هم زیر نظر ماست، برای شروع باید بریم اونجا اگه دوست دارید با تیم المپیک کار کنی، ولی با هم دیگه کار کنیم. یادتون باشه ما زمان آقای منصوریان هم ما هم با هم دیگه بازی دوستانه داشتیم، هم سر تمرینات ما می اومدن ایشون و همیشه تبادل افکار بود. آره ولی بعد اون داستانی که حالا تیم چیز شد به خاطر کارت حذف شد و اینا دیگه ایشون اصلا ول کرد، چون اعتقادش این بود که میگفت اصلا مسائل فنی باعث حذف تیم نشده، یه مسائل بیرونی بوده که اصلا اداریه به مربی رفت، نه شما مربی رو اول عوض کردین، خاطر همین اون مقطع دیگه چیز نکرد. کار کردیم با کیروش، یه بحثی که بود این بود که خیلی اون موقعی من بینیم چرا تیم ملی مربی ایرانی نداره، ولی شما بودیم بعد اونها تفریطی که اضافه شدن رفتن، ولی خب شما بودیم تا آخر اون موقع ناراحت نمیشدیم که بودن چرا تیم ملی مربی ایرانی نداره؟ 100%. بیش مگه میشه ناراحت نشه آدم؟ متاسفانه البته این حرفایی که اینجور مطرح میشد به سری آدم های خاص بودن، شما بهتر میدونید، ولی من الان بعد این همه مدت هم حالا دوستانم هم شاهدن هر جا میرم واقعا مردم انقدر محبت دارن من شرمندهشون میشم، یعنی مردم ما همه چیز خوب میفهمن، ولی یه عده خاص بودن به خاطر منافع خودشون اینو علم کرده بودن. و حتی من این مصاحبه هم داشتم اون موقع، الان برین هست تو اینستا همین بحث شد و من همیشه هم گفتم افتخار میکنم که یه ایرانی هم، ولی متاسفانه به سر عوامل لالا که به خاطر منافع خودشون این کارو همیشه اینو مطرح میکردن. میگم پس همین بحثه، ولی شاید همین آدم هم هستن که بیشتر اجازه نمیدن ما ورود کنیم، نمیدونم. ما که ایران به دنیا اومدیم ایرانی هستیم، راجع ما نمیدونم چجوری جسارت میکنم، ولی این همه مربی خارجی میاد از کشورهای مختلف به اونا این حرفا رو نمیزنه، ولی چرا راجع به ما حالا داستانای خودشو داره. شما مصاحبه تون رو دنبال کردم، خیلی خوشحالم که شما تو دوران که تیم ملی هم بودین گفتین که و بکنم اصلا نیازی نیست که منم بگم، شما و حالا همکاراتون و کارشناس هم میدونن الان شرایط فوتبال ما به چه صورت. و همین دو ساله من لیگ یک هم خیلی پیشنهاد داشتم، ولی چون خودم قبل تیم ملی بودم فضا رو میدونم، لیگ برترش الان شما میدونید چقدر حاشیه داره و چقدر
مسائل بیرون از زمین داره رقم میخوره، یعنی نتایج. منظورم اینه که حالا شلوغ بازی و اونم کنار زمین از این داستانا و حالا بقیه مسائل، حالا ما میگیم اشتباهات، ولی خب چیزی که مهمه، من تو مصاحبه های قبلی من گفتم، الان ببینین 70% مربی ها از نظر مثبت بشیم، 30% مربی هامون هستن که حالا منظورم اول لیگ برتره که واقعا بر اساس لیاقت توانایی دارن و دارن خوبم کار میکنن و خودشون بر اساس لیاقتشون اومدن تو فوتبال و دارن کار میکنن، موفق هم هستن. من اگه قرار باشه بیام، دوست دارم جز اون 30%، جز اون 70% نباشم که حالا تیمای صنعتی مثال بیارم. شما میبینید تیمای صنعتی اکثر تصمیمات رئیس کارخونه میگیره، یعنی مدیر عامل و حتی رئیس هیئت مدیره هم تصمیم نمیگیره که مثلا این مربی بیاد یا اون مربی نیاد. بقیه‌اش هم حالا یه سری داستانایی داره که پشت پرده شما بهتر می‌دونید. مثلا نگیم چون خیلی زشته. آخرین نمونه‌اش هم من آلومینیوم عراق، بعد از اینکه آقای خطیبی رفت، یکی دو روز قبل از این آقای رحمتی انتخابش، همون روزش بود، نه یکی دو روز قبلش بود، یکی از اعضای هیئت مدیرهشون محترم زنگ زدن، تلفنی صحبت کردن و حتی اشاره کردن که شما دوتا رأی دارین، جلسه دارین، ببینیم شما آمادگی دارین. گفتم بله من آمادگی دارم که بیام و کاملا من میشناسم تیمتون. بعد همون شبش آقای رحمتی انتخاب شد و من بر اساس چیزی که آقای مرفاوی و آقای پورموسوی رفته بودن، حالا خوشبختانه منو تلفنی صحبت کردن، خوبه نبردن تا اونجا. آقای مرفاوی که حالا یه چیزی مصاحبه کرد، هستی مصاحبهش که گفت که به من گفتن شما زیادی خوبی و منم از این بعد رو پیشونی می‌نویسم غالطا، منم غالطا. یعنی چیه اصطلاحی اگه اشتباه نکنم؟ نه حالا من میگم این یه نمونه است، یعنی بقیه اون 70% هم که گفتم یه سر حالا داستان تیمای صنایع این مشکلات دارن، بقیه تیم هم که شما میدونین دیگه، حالا از یه سری کانالا باید ورود کنی تا اونجا برسی. و حالا تو این مقطع که شما گفتین، بله از ارمنستان قبل از اینکه کرونا تو آستانه کرونا بود، با یکی از مدیرای اونجا، من اونجا بودم همون موقع، با من صحبت کردن، ولی خورد به کرونا، اصلا فوتبال کلا تعطیل شد، کل دنیا تعطیل، اصلا بسته شد. من خودم چندی ما اونجا مجبور شدم بمونم، یعنی تمام راه ها بسته شد. و میگم اگه قرار ورود کنم جز اون 30% باشم و کاملا هم اشراف دارم و همه مسابقات هم من دارم میبینم، یعنی کاملا نه فوتبال اینجا رو، فوتبال دنیا رو، همه جا رو دارم من نگاه میکنم. حالا نمیخوام زیاد وارد جزئیات بشم، ولی خب متاسفانه اینجوریه. خب اگه نشد خب مجبورم برم منم مثل بازیکن‌ها جای دیگه فعالیت هم ادامه بدم. کیروش از خیلی ها ایرانی تره. چی ارزشش؟ این حرف مردمه، شما مردم همین رو دارن الان هم دارن میگن بعد این همه سال. خب حالا نه، حالا بحث ببینید، شما دو بار ایشون به خاطر این مسائل تحریم، حالا یکی بحث این بود که مثلا هم بازی تدارکاتی به مشکل می‌خوردیم، یکم بحث لباسا و کفشای آخرش، کفش برند حالا چیز بود نایکی که تو جام جهانی بود که یه بار اونجا مصاحبه کرد گفت، یه بارم تو استرالیا بازیای آسیایی بود که گفت که تحریمانه، تحریمی که دارن میکنن علیه فوتبال ایران خیلی چی میگه؟ ظالمانه. آره ظالمانه است. خب شما دیدین مربی دیگه تو این چندین سال تو یه جایی مسابقات آسیایی، باشگاه آسیا همچین چیزی مطرح کنن؟ چه رو جایی داشت؟ چی گذشت بود به تیم که تونست این تو اون 2004 تو بازی دوم با آرژانتین اونجوری بهش بزنه بازیکن؟ چون از خود بازیکن هم ذهنیت نداشتن، اصلا بازی با آرژانتین. ولی چی فرآیندی پیش بود که تیم بدش تونست اون بازی رو اونجوری خوب انجام داد، آخرش دیگه بخون که بسن بزنه. به هر حال ببینید، اولا واقعا آقای کیروش نیاز نیست من بخوام تعریف کنم ازش، الانم نه با
باش کار میکنم نه چیزی، همه میدونن، همه مردم قضاوت ما راجبش. ولی همونجوری که شما اشاره کردین کسی توقع نداشت، اگه یادتون باشه حالا بعضی حالا دوستان میگفتن که میرن اونجا حالا 5 یار کیسه گل میشن 5 6 تا میخورن از آرژانتین و اینجوری اونجوری. ولی خب اون بحث فقط بازی آرژانتین نبود، ایشون کارش خیلی همونجوری که آقای فرگوسن هم راجعش گفته بود خیلی رو دیتیلا حساسه و آقای کیروش، و واقعا همینجوری بود. یعنی یه پروسه زمانبر بود، این نبود که مثلا همون دو سه روزه بیاد یه همچین تمرین بده. خب بین بازی که شما طبیعتا نمیتونی زیاد تمرین خاصی انجام بدی، پس باید از قبل آمادگی چه به لحاظ جسمانی، شما فقط اون چند روز روی روانی میتونی با بازیکن‌ها کار کنی. و خب بازیکن‌های با تجربه خوبی هم داشتیم اون موقع، نمیدونی که از اون خط عقب تا خط جلو بازیکن‌ها خیلی با تجربه بودن، به خاطر همین و به نحو احسن هم بازیکن‌ها وظایفی که بهشون معول شده بود انجام دادن. حتی نیمه دوم ما شانس‌های گلمون خیلی بهتر بود، حتی اگه وار بود اون موقع پنالتی قطعا رو اشکان دجایی گرفته میشد و نتیجه فرق میکرد. میگم یه پروسه الان نمیتونم توی یه کلمه بگم که این کارو کرد تیم درست شد، ولی واقعا چیزی خب تو ذهنتون مونده و متفاوت بوده از این دوری کاری که پیشون میشد و ببینید یه چیزی که برای اون بازی خاص میگم خیلی بین دو نیمه صحبتی که شد حالا غیر از مسائل فنی تأکیدشون این بود که حتما باید بریم جلوتر بازی کنیم و بریم تو حمله، که همونجوری هم شد. ما چند تا من گفت اگه خیلی بخوایم عقب بشینیم دیر و زود اشتباه میکنیم و به مشکل میخوریم، ولی حمله کنیم از این شرایطی که اونا میدن به ما، فضایی که اونا میدن ما میتونیم استفاده کنیم. و یکی دو تا موقعیت خود آقای بوچان نجات داشت، اون تک به تک شد اونو سر زد اشکان دژوگه سرش و تو ضربات ایستگاهی اون صحنه پنالتی. ولی خب بحث روی روانش داستان خیلی هست. شما خودتون ذهنیتتون چی بود؟ بیرون شرایط چجوری میدیدید؟ و رفتین خب عد قره کشی که شد، حالا اولین جلسه که کادر داشتیم، خب بالاخره کار خیلی سختی بود دیگه، قهرمان آفریقا، قهرمان اروپا، قهرمان جهان، خب تونستیم گروه بهتری بیافتیم. اکثرا خب نظرش این بود که کار خیلی سخته، منم نظرم این بود، ولی من تو جمع کادر گفتم که خیلی سخته ولی شدنیه با کاری که مثلا حالا از آقای کیروش و کادر داشتیم ما انجام میدیم و برنامه‌ای که داشتیم، گفتم میشه، یعنی شدنیه، غیر ممکن نیست. چون واقعا تو اون 6 ماه ما غیر از اینکه حالا بازیکنان می اومدن داخلی، ما صبح مثل کارمند می رفتیم ساعت 9:30 اونجا بودیم. حالا تا بعضی موقع بله، حالا تو اردو هم که بودیم همینجوری بود، ولی اونجا اون 6 ماه تا قبل از اینکه بریم اردوی اصلیم ترکیه اینجوری کار میکردیم. یه بارم یه خاطره یادمه که ما استادیوم بودیم، استقلال بازی داشت، بازیکنها رو خب زیر نظر داشتیم، بعد روز بعد که اومدن ریکاوری ما داشتیم با اوسیانو بازی میدیدیم، بعد در باز بود در اتاقی که ما نگاه میکردیم، آقا پژمان اومد سلام علیکم، اومد تو بازی دیروزم، گفت اینو که دیروز بودیم برای چی نگم؟ گفتم با یه بار که نیست، اینو 7-8 بار باید ببینیم تمام نکاتشو در بیاریم. و اینجوری بود، یه بار دیدن نبود. ما حالا اون موقع یادتون باشه سر تمرین تیما میرفتیم، یعنی برعکس حالا یه سری تبلیغاتی که میشد که مثلا تعامل نبود، همیشه هم تعامل بوده و من رابط بودم، مربیام هستن، همشون شاهد هستن. حالا هر کسی اگه میدونه واقعا اینجوری نیست بیاد بگه. زنگ می‌زدیم نظرشون، آقای کیروش بگو نظرشون بپرسین، مثلا ما این بازیکن‌ها مد نظر داریم، خودشون نظرشون چیه، همیشه با بازیکن‌ها هستن، اگه چیز دیگه‌ای هست به ما بگن. بعضیا مربی‌ها می‌گفتن نه همینا، بعد بعضیا می‌گفتن مثلا این بازیکن ما رو بیشتر زیر ذره بین، ما همینا انتقال می‌دادیم و سعی می‌کردیم بیشتر زیر ذره بین داشته باشیم. حالا این نبود که دعوت بشه یا نه، چون پروسه دعوت شدن که تو جام جهانی بگین بشین ادامه‌اش ادامه چطور بود؟ حالا اون بازی با مراکش،
شاید نسبت به اسپانیا و پرتغال کمتر موقعیت گل داشتیم، ولی بردیم بازی رو به هر حال. چون اولین بازی هم بود اصلا تیم کردن نیمه اولش به خصوص اول که بیان مراکش به نظر من کمتر از اسپانیا و چیز نبود تیمش، همشون تو اروپا بازی میکرد. شما حضور زمان تیمشون هم خیلی قوی تر بود، هم آفریقایی بودن هم تو اروپا بازی میکردن، انداز بدنی هم خیلی قوی بودن و میدونستیم کار سختیه. و یکی از علتهایی هم که بازی اول را شما همونجور که میگیم مثلا نسبت به اسپانیا، چون بازیکنان ما جوان بودن، غیر از دو سه تاشون اولین جام جهانیشون بود، به خاطر همین سخت بود. می‌دونین اون شرایط روی تا عادت کنن به اون جو، اون بازی جام جهانی، چون واقعا جام جهانی فرق کنه با بازی‌های دیگه. و هرچی از بازی گذشت یه ذره شرایط بهتر شد و خب جادرهای شجاعی که تو زمین بود اون بازی خیلی کمک حالا بیرون هم که بود همیشه کمک حال تیم بود ایشون، هر جا از خدا خیرش بده، و هم با شخصیت هم اخلاقی هم فنی. و البته ما نیمه اول یه دو تا موقعیت خوب داشتیم، ولی روز دمله که میتونستیم گل هم بزنیم، تک به تک هم شدیم، ولی نسبت واقعا هم اینجوری بود. ولی هرچی گذشت به آخر بچه ها یه ذره چیزتر شدیم و ما برای آخره بازی برنامه داشتیم بدیم برای حتی سه تا بازی. بازی با اسپانیا میتونستیم به مساوی کنیم با مردی؟ البته مساوی ها نمیتونستیم بگیم. نوع بازی اسپانیا رو ما میدونستیم، خب اینا دوست دارن توپو و خیلی مسلط هم دیگه، ما میدونیم که هم لازم سرعت بازی هم سرعت پاسدهیشون اینا، خب مجبور بودیم ما فضا رو ازشون بگیریم که خوبم گرفته بودیم فضا رو، توپ کاملا در اختیار، ولی موقعیت خیلی کم داشتن اسپانیا. حالا گلشون هم تقریبا تصادفی شد دیگه، خب به پای چیز دفاع ما رفت گل. و ما موقعیت‌های خوبی داشتیم جلو اسپانیا، هم نیمه اول هم نیمه دوم. حالا بدونم اگه یادتون باشه طارمی سر خوب زد، حالا انقدر بالا سر آلبا رفت زد، و گلی هم که سعید زد و لای زد. حالا ببینید ما از 20 تا زاویه نگاه کردیم، وار میگه حالا چیزی که شکه باید یقین داشته باشه یا شک و تردید دیگه. بحث این بود که توپ به مثلا سردار برخورد داشته رسیده به سعید عزت اللهی، توپ یه همچین بحثی بود که مثلا در اون صورت آفساید میشه، ولی ما از 20 تا زاویه خود سردار که میگفت به من اصابت نکرد، حالا گفتیم بازی کنه، ولی تو دوربینا نمیگم نخورده، ولی مشخص نمیکرد و میتونست راحت گل اعلام بشه. والا برا و ولی واقعا بچه ها خیلی خوب بازی کردن، بازی یعنی مو به مو همه چی رو اجرا کردن. چون یه بحث مربیه که حالا وظایف رو میده، اجراش هم خیلی مهمه که واقعا جا داره، بازیکن ها خیلی خوب کار کردن واقعا، چون اجرا کننده بازیکنان. پرتغال رو چطور دیدید؟ بازی با پرتغال آخرش یه آب و آتیش داشتیم میزدن که بزنیم یه گل بزنیم بریم، چرا نزدیک بودیم. بله حالا اونجا هم نظره خودی که داشت تأثیر متاسفانه وار با ما مهربون نبود. صحنه‌ای که حالا بر رونالدو پیش اومد که پورعلی گنجی رو زد اخراج داشت دیگه، دقیقه 80 بود دیگه، اون تیم بدون رونالدو 10 نفره، خب طبیعتا ما میتونیم یه مهاجم اضافه کنیم یا یکی از دفاعمون هم آزاد کنه بره جلو دیگه. وقتی رونالدو بود ما حداقل با 2 نفر رو نگه می‌داشتیم، ولی اگه اخراج 10 نفره میشدن رونالدو هم میرفت بیرون، کار ما شاید به جای اون حالا یه موقعیت دقیقه 90 دو سه تا موقعیت گیرمون میاد، قطعا هم تفاوت میکردی. حالا فوتبال دیگه، حالا چون وار میگه موقعی که نگه میداری یا قرمز یا هیچی نیست یا اتفاقی افته یا نیفته، چون اینا رو توضیح میدن تو جلسات قبل مسابقاتیه، وقتی رفته ایشون دیده یا باید زردم نمیداد اتفاقی نیفتاده یا قرمزه دیگه، حالا به خاطر اینکه رونالدو بود دیگه مماشات کردن. از شما هست که باخته بودید، این باختی که مساوی کردیم هست شدیم، داری دلداری میدید به تارمی؟ من نه تارمی، کلن همه بازی کنم او که تیم ملی بازی میکنم با تمام وجود بازی میکنم، خب تمام توانشونو میذارم، مخصوصا اون دوره که من از نزدیک بودم واقعا اینجوری بود. خب طارمی که اولا که خیلی از گولاش باعث این شد رو میگه سعود برسیم به جام جهانی، خب پس
یه فوروارد هم همیشه دوست داره گل بزنه. حالا اونجا خیلی شرایط سختی هم هست، شما 90 دقیقه بازی کرده باشید، برید تو دفاع، بیای تو حمله بجنگی، بعد تو اون شرایط اگه اونو گل میکرد خب کار خیلی بزرگی انجام داد. حالا نشد دیگه، اگه طارمی الان بود این تجربه اروپا قطعا از اون سخت‌ترش هم نشون داده که گل کرده. من فقط همین داشتم، هر حال وظایف مربی نیست که فقط که میبریم و بریم خوشحالی کنیم، اصلا مربیایی که کنارتر وای میسن هر حال باید کمک کنیم این برگرده به شرایط اول، کما اینکه خیلی طول کشید. من بهش میگفتم که شما کارتو انجام دادی، گلای شما باعث شده، دلایلی داشتم دلداریش میدم که از اون حالت بیاد بیرون و که زودتر ریکاوری بشه. حالا ما دیگه بازی نداشتیم ولی ریکاوری بشه برای خودش، چون احساس نکنه که حالا خودش خیلی عامل بوده. نه، گلای خودش باعث شده که ما به اینجا رسیدیم. تو این سالو یه دونه سایت پرتغالی از من پرسید، نزدیک تازه اومده بود پورتو، دو بار با من یه مصاحبه کردن اونجا، یه بار راجع به اینکه رسیدم بود پورتو میگفتن نظرتون همین بحث همین بود که چی میگفتین و شما خیلی کنارش بودین، یه کمی که اومد پورتو گفتن که مثلا به نظر شما طارمی میتونه موفق باشه با شناختی که دارین، گفتم که قطعا موفق میشه. چون مصاحبه از شما برین، حالا اسم سایت هم بعدم بهتون میدم که برین نگاه، سایت معروف مال پرتغال هم، گفتم قطعا موفق میشه. حالا پورتو که هیچی، خیلی جا داره، حالا بره پلهای بالاتر، خب خدا رو شکر همینجوری هم شده و مطمئن هم میتونه بره خیلی بالاتر. حالا با اینکه مثلا توی سن دیری حالا اومده تو تیم ملی، یعنی دیر کش شده متاسفانه. چرا دعوتش میکنید؟ واقعا یه لیدر، هر تیم یه لیدر نیاز داره، چه باشگاهی چه تیم ملی، مخصوصا تو تیم ملی. خب شما همونجوری گفتم تو اون جام جهانی اکثرا جوان بودن بازیکن، اولین بارشون بود. الان شما فکر کن الان این تجربه اونو دارن، این بازیکن ها اکثرشون همونان دیگه و تجربه اروپایی.